سلام بچه ها، به کانال ورد آف فکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز براتون یه لیست 10 تایی از ایسترک هایی آماده کردم که بعد از دیدنشون میگید What the fuck. بذارید یه چیزی رو بهتون بگم. من شخصا ترجیح میدم در اکثر موارد از معادل فارسی کلمات استفاده کنم، به خاطر همین خیلی کم توی جمله بندی های فارسی کلمه انگلیسی میپرونم. اما باید قبول کنیم که بعضی از کلمات یا اصطلاحات واقعا ترجمه ناپذیر هستند. What the fuck از جمله یکم این اصطلاحاته که به نظرم معادل فارسی ندارد. شاید خیلی ها بگن که پشمام نزدیکترین اصطلاح به What the fuckه، اما من فکر میکنم این دوتا با هم فرق دارن. در هر حال یه سری ایسترک ها هستن که شما بعد از مشاهده اونا تنها چیزی که میتونید بگید What the fuckه. با ما همراه باشید تا 10 تا از اونا رو بهتون نشون بدیم. Star Wars Rebel Assault 2. Rebel Assault از جمله اولین بازی‌های جنگ ستارگان هستند که انصافاً نسبت به زمان ساختشون بازی‌های نسبتاً خوبی محسوب می‌شدند. توی نسخه دوم ما شاهد یه سری ایسترگ جالب و خنده‌دار هستیم که اشاره به اونا خالی از لطف نیست. مثلاً توی مرحله 11 وقتی دارید با دشمنا مبارزه می‌کنید، یه پلو برای خودتون باید آزاد کنید. برای این کار تنها کاری که باید بکنید اینه که به یه سری اهرام خاص شلیک کنید. وقتی که اهرام‌ها منفجر شدن، پل میفته پایین. در همون حین سری باید دکمه W و بیو فشار بدید که مخفف وارنر برادر میشه. وقتی این کار انجام بدید یک کاتسین خیلی جالب رو میتونید ببینید. اما توی مرحله بعد یعنی مرحله 12 هم یه استراتژی خیلی جالب دیگه وجود داره. وقتی دارید این مرحله رو تموم میکنید، این بار ABC رو با هم فشار بدید که باز هم یه ایستر اگ خیلی جالبه. فقط به رقص اون تروپرا نگاه کنید. سوپر موناکو جی پی. سوپر موناکو جی پی یکی از اون بازی های ریسینگ بود که در دهه 90 کلی از اونا عرضه شد. این بازی خیلی سعی داشت که همه چیز خودش رو واقعی نشون بده. خب البته چندانم موفق نبود، چرا که مثلا وقتی شما به خط پایان میرسیدید میتونستید ماشینتون رو به داوری که پرچم رو تکون میده بزنید که در این حالت طرف پرت میشد میرفت هوا. اما خب جالبه بدونید توی نسخه جنسیس یه ایسترگ خیلی جالب دیگه هم وجود داشت. وقتی که شما داشتید این بازی رو با جنسیس انجام میدادید، توی دور دوم باید 3 تا دکمه دست رو با هم فشار میدادید که در این صورت اگر شما بین نفر اول تا سوم بودید یه اتفاق خیلی جالب رخ میداد. باس سیمولیتور 18. کلا بازی های سیمولیتور یا شبیه سازی بازی های خیلی جالبی هستن و توی اونا میشه ایسترک های خیلی خنددار و عجیبی رو پیدا کرد. مثلا یه باس سیمولیتور که شما توش یه راننده اتوبوس هستید و باید مسافر سوار کنید، یه ایسترگ خیلی جالب وجود داره. وقتی شما به غرب نقشه رسیدید میتونید از اتوبوس پیاده شید و بعد یه جاده‌ای که به سمت کوهستان میره رو طی کنید. وقتی به انتهای مسیر میرسید یه کلم خیلی گنده وجود داره. اونجا یه پیام از طرف سازنده‌های بازی هم وجود داره. شما همین الان یه کلم سالادی گنده رو کشف کردید. طراح ما تخم مرغش تموم شده بود، برای همین به جاش یه ایسترگ گذاشت. شما میتونید بقیه دوستای خودتون رو دعوت کنید تا از طریق استیم و سرورها جوین بازیشن. حتما تا اینجا کلی راه اومدید، مسافرتون احتمالا منتظرتون هستن. Red Faction. Red Faction یه بازی شوتره که خب هیچ کس اونو به خاطر گیم پلی و داستان خفنش به یاد نداره، بلکه این فرانچایز به خاطر ایسترک های جالبی که توی خودش قرار میده معروفه. مثلا توی Red Faction 1 شما باید به فولدری که بازی رو نصب کردید برید و بعد وارد قسمت مووی بشید. اونجا یه کلیپ وجود داره که اگه کلیپ رو پلی کنید یه ایسترک خیلی جالب بهتون نشون داده میشه. Follow me. Go go go. I had nothing to do with any of this. نایتمر هاوس 2. توی بازی نایتمر هاوس 2 هم یه سری ایستر اگ وجود داره که دیدنشون واقعا خالی از لطف نیست.
مثلا توی مرحله 7 شما به قسمتی میرسید که یکی از کاراکترهای مهم بازی یعنی دکتر رومرو توش وجود داره. البته توی اتاق مخفی شده. شما نمیتونید وارد اون اتاق بشید، اما میتونید قسمت کنسول رو باز کنید و بعد تایپ کنید نو کلیپ. اینطوری میتونید پشت اون در نگاه کنید که توش دکتر رومرو داره میرقصه. علاوه بر این یه ایستراگ خنده‌دار و موزیکال دیگه هم توی این بازی وجود داره. این بار توی کنسول تایپ کنید This is not an easter egg که بعد میبینید یه موزیک ویدیو خیلی عجیب براتون پلی میشه. ویسیج یکی از این بازی سروایور هارر بود که به لطف یوتیوبرها معروف شد. تقریبا شما نمیتونید کانال یوتیوب گیمینگ پیدا کنید که توش از این بازی واکترو نذاشته باشه. خب توی این بازی هم یه سری ایستر اگ وجود داره که به نظرم ایستر اگ مربوط به سایلنت هیل از همه جالب تره. توی یکی از مرحله ها شما میتونید یک کلید پیدا کنید. با اون کلید میتونید در یک گاف صندوق رو باز میکنید. یک گاف صندوق شماره یه اتاق نوشته شده، اتاق 302 که در واقع شماره اتاقیه که توی سایلنت هیل 4 شما توش زندانی شده بودید، یعنی 302. وقتی شما به این اتاق برسید و واردش بشید یه چیز خیلی عجیب در انتظارتونه. بتلفیلد 5. شاید باور نکنید، اما توی بتلفیلد 5 تعداد زیادی ایستر اگ خنده‌دار و جالب وجود داره که خب یکی از اونها مربوط به این کوتولو میشه. توی یکی از مپ‌های مالتی پلیئر یه مجسمه کوتولو وجود داره که اگه بهش شلیک کنید یه اتفاق بدی براتون میافته. Mass Effect 1. همه ما استودیو بایوور رو با بازی های RPG بی نظیر و انتخاب های سختی که قرار میده میشناسیم. اما خب قطعا خیلی کم پیش میاد که این استودیو توی بازی خودش ایستر اگ قرار بده. اما توی Mass Effect 1 یکی از این ایستر اگ ها وجود داره. بخشی از فضا هست که توی اون یه سری گلای گاو فضایی زندگی میکنن. یکی از این گاف های ذره با بقیه فرق داره. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که دستش کجه. چجوری؟ خب الان بهتون ثابت میکنم. کافیه شما کاراکترتون رو پشت به این گاو کنه که در اون صورت گاو شروع میکنه به خالی کردن جیبتون. همونطور که میبینید پولتون داره کم میشه. آرمای دو. اگه شما از جمله طرفدارای سرسخت بازی شوتر تاکتیکال هستید، بهتون توصیه میکنم که حتما فرانچایز آرما رو بازی کنید، چرا که هم نسخه اول و هم نسخه دوم این بازی به شدت خوب هستن و تونستن حس محیط جنگی رو به خوبی به شما القا کنن. در سالهایی که گوستریکون حسابی افت کرده، به نظرم بازی کردن آرما میتونه یه تجربه قشنگی رو برای شما رقم بزنه. توی یکی از مپ‌های بازی شما به جایی میرسید که توش کلی دودکش وجود داره. شما از یکی از این دودکش‌ها بالا برید و بعد با تنظیم موستون میتونید داخل اون دودکش رو نگاه کنید که توش یه بابا نوئل ترسناک وجود داره. خب دوستان، اینم از لیست امروز ما. امیدوارم که ازش
لذت کافی رو برده باشید. بچه ها اگه به کامیک بوک علاقه دارید بهتر به کانال دوم ما سر بزنید، چرا که دیگه اون هر روز براتون ویدیوهای جدید قرار میده یا در مورد تاریخچه کاراکترها صحبت میکنیم یا کامیک بوک های جدید رو براتون ترجمه میکنیم. لینک اون کانال رو زیر ویدیو میذارم، حتما بهش سر بزنید و با سابسکرایب کردنتون از همون حمایت کنید. بری برای جلوگیری از قتل مادرش توسط فلش مکوس با اون مقابله کرد و به گذشته برگشت و مانع اون شد و مادرش هم زنده موند. اما یه اتفاقی رخ داد، اونم به اسم فلش پوینت، یک اثر پروانه قوی و مخرب که طی اون همه چی از نو نوشته میشد. اگه از این ویدیو راضی بودید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو می‌کنم خوبی داشته باشید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.